اپیزود 8 خاندان اژدها اپیزود بدی نبود، اما سریال همچنان چیزی فراتر از یه مقدمه چینی نیست و باری دیگر چند سال رفتیم جلو. اگر فکر کردید شاه تو این چند سال مرده، کور خوندید، ولی نگران نباشید، ان شاءالله تا آخر این اپیزود میمیره تا نوه نتیجاش بیفتن به جون هم. اپیزود از دریفت مارک آغاز میشه. متوجه میشیم که سر کورلیس در نبرد خونین استپستون زخمی کاری برداشته و پاش لب گوره. از اونجایی که لینا و سرگی لینور هم در گورهای مجاور دفن شدن، بعد ببینیم جانشین سر کورلیس کیست. خواسته خودش که گویا تا این سالها تغییر نکرده، جانشینی لوسریس پسر رنی راست. اما عمو ویماند از این قضیه خوشحال نیست و باز هم مثل همیشه قضیه سر باستاردا بودن بچهای رنی راست. بابا خسته شدیم از این داستان. ویمان به رینیس میگه همانا من از خون کورلیس و یک والریان حقیقی هستم، جانشینی از آن من است. رینیس به ویمان میگه زبان به کام بگیر ای مرد خشن، مگر نه پسرمویم شاه زبان از کامت بیرون میکشد. ویمان هم میگه زارت، مثل اینکه کلاغا فقط خبر مرگ شوهرتو آوردن. کدوم شاه؟ اون پیری هم مثل شوهرت داره میمیره، الان ملکه داره فرمان روایی میکنه، که دیس شدید رینیس، چون رینیس هیچ وقت نتونست ملکه شه. البته که این زبون سرخ این سر سفیدو به زودی به آغوش باد می سپاره. رفتم تخت گاز زد تو اگه جهنم بوده اسکوه بری. اما ویماند نباید اینا رو جلوی بیلا میگفت. بیلا دختر این پدره، برای همین بهش تکس میده. دیمن که از تخمچینی بازگشته و شبیه یک مرد موقر و مهربانه، تکس رو میخونه، میره پیش رنیرا. با جیس بزرگسال روبرو میشیم که در چهرش آثار بلوغ هویدا شده و معرفی کاملا سوبری داره، چون داره با مامانش زبان تارگریان کار میکنه. رنیرا و دیمن پس از چندی شور و مشورت تصمیم میگیرن برگردن به خاک شاهی و نذارن این زنی که سلطنت رو چنگ بکشه. در ضمن رنیرا بازم بارداره و این بار با بارای دیگه فرق داره، چون تو کتاب راجع بهش چیزای جالبی گفته شده که الان نمیگم تا سابسکرایب کنی. میدونم خسته شدین، من خودم هم خسته شدم. هر دفعه منو مجبور میکردم واقعا بزام که طبیعی در بیاد، ولی خب این زایش با زایشای قبلی فرق داره. این دفعه من یه باردارم. کاروان رنیرا به کینگز لندینگ میرسه. از رنیرا و دیمن به عنوان جانشین برحق و برادر کهتر شاه به خوبی استقبال نمیشه، شاید به خاطر اینه که سرزده اومدن، چون در همین لحظه سردمداران در صحنه غیرعلنی مجلس دارن مبحث جانشینی کورلیس رو به صورت دوفوریتی بررسی میکنن. اما الیسنت خانم و این پدر خبیثش تغییراتی در فرم و محتوای فرمانروایی ایجاد کردن تا انان حکومتی یه دور دیگه دور دستشون بپیچه. مثلا یه لنیستر آوردن تو شورا، اما مهمتر از این لنیستر احمق اینه که بلند برجان آیین هفت رو وارد کار کردن و در دستگاه الیسن مذهب به یک پشتوانه و بازوی حکومتی تبدیل شده، درست مثل جمهوری اسلامی خودمون که چون اسلامیه نمیشه دیگه کاریش کرد. همیشه همه چی درسته، فرمانرواش هم نور خداوند و نعمتی از جانب او بر بندگان است. اما این جدا مهمه، چون در آتی عقیده قرار یک دلیل برای حرکت الیسنت باشه. رنیرا و دیمن به ملاقات شاه میرن و میریزن، چون شاه کپک زده و ماکت عزیزش تارنکبوت بسته. شاه جزامی واقعا آدمو بغضی میکنه و با نگاه‌های رنیرا و دیمن برامون تبدیل به یه بنده خدای محض میشه. خب گناه داره ویسریس، شاه همیشه خوب مملکتو میخواست، ولی بمیر دیگه شاه، بمیر دیگه، خیلی خسته شدی، ما هم خسته شدیم، 20 سال مریضی. اما در نهایت برای اینکه حجم بغض تو گلومون بیشتر بشه، رنیرا بچهای تارگریان نژادشو میاره به پیر شاه نشون میده. آخه اسم شاهو گذاشتن رو این، ولی بیاین شاهو راحت بذاریم و بریم سکانس بعدی. الان وقت چیلمه. دو سکانس بعدی برای مهرس شدن به درد نخور بودن ایگان در زمان حاله، چون قبلا نشون داده بودن که ایگان به درد نخوره، اما خب تو اپیزودهای قبل مادرش بهش انگیزه داد تو روی شاه وایساد. ممکن بود شک داشته باشیم، برای اینکه مطمئن شیم ایگان کار این ندیمه رو میسازه و مست و اور میفته کف قلعه. الیسنت هم چکش میزنه، میگه به خدا شیرم و حلالت نمیکنم، آقت میکنم، مگه تو زن و بچه نداری؟ البته زنش خواهرشه که یکم عجیبه، ولی به هر ترتیب فاک دیسکای. نمیدونم که الیسنت اونقدر سرسی شده که سر ندیمه رو زیر آب کنه، یا این چایی صرفا برای سقط جنینه، چون شاه هم چیز خور کردن. سکانس بعدی سکانس رویارویی الیسنت و رنیراست که مثل همیشه با هم کدرن، مثل همیشه از هم دورن و مثل همیشه برای هم شاخوشونه میکشن تا اپیزود پرشه. تش الیسنت میگه به بابا میگم اذیتم کردی، و میریم برای معرفی ایمان یه چشم بزرگسال. توی تریلر ایمان خیلی بد
دست بود، برای همین ذوق دیدنشو داشتم و خیلی هم دلسرد نشدم چون تمرینش با سر کریستن به میزان لازم حاوی هایپ بود. حالا تو میدون نبرد بهتر مشخص میشه چند مرد حلاجه. آقا این سر کریستن چرا پیر نمیشه؟ شاه کپک زد تو این چند سال، رنیرا 6 تا زایید، دریغ از یه موی سفید توی این سر دورنیش. یعنی مال تغذیه‌شه؟ خوشحال و خوب حالم، خوشحالم رو به راهم. اما این اولین برخورد لوک و ایمان بعد از اون حادثه است. مشخصه ایمان خورده رو به دل گرفته و لوک هم ریز ترسیده. ایمان میاد سراغ لوک و جیس که همون لحظه ویمان وارد میشه و دل ایمان رو خنک میکنه، چون حضور ویمان یعنی عدم جانشینی لوک. اینجا ویمان به ملکه اوهند همینو میگه که این لوک بچه است، شما منو جانشین داداشم کنین، شیرینیتونم محفوظه. و در غیاب شاه واسه خودشون میبرن و میدوزن. اما دست رنیرا با برش و دوخت غریبه نیست و اونم برنامه خودشو داره. رنیرا رینیس و زیر این درخت صورت بر تنه گیر میاره. رینا ماشاءالله به مادرش رفته و سری تو سرای دافای سریال درآورده. رنیرا بسته پیشنهادیشو میذاره تو دامن رینیس، میگه جیس و بیلا شاه و ملکه آتی، لوک و رینا جانشین والریان ها، مبارکه. رینیس میگه خب معلومه که نه، تو پورمو کشتی، یادت نیست؟ بعدم تو کی هستن؟ و خب راستم میگه، واقعا ما چرا طرف رنیرا باشیم؟ رنیرا تا الان هیچ کاری نکرده، فقط سعی میکنه بچه‌هاشو به عنوان کالاهای ارزان قیمت بکنه تو پاچه این و اون. الیسنت که این کله قهوه‌ای رو نپذیرفت. بعد ببینیم رینیس براشون پاچه باز میکنه یا نه. رنیرا ناامید از رینیس میاد پیش باباش. کپکا زدن به سر شاه، برای همین شاه منگه، میگه تو یلیسنت؟ رنیرا میگه نه، من دخترتم، از یون نگو. این چه لقمه‌ای بود بر ما گرفتی؟ با جانشینی من مملکتو دو پاره کردی. مطمئنی من کسی ام که اتحادو در قلم رو برقرار میکنه؟ مطمئنی من راه رسیدن به آینده پیش بینی شده از سوی ایگان اولم که قبلا بهم نشون دادی رو خنجرت بود؟ اگه راست میگی پس حداقل پشتم در بیا. شاه میخوابه و این سکانس یه سکانس دوقلوئه. قول دوم سکانس آخره که سرنوشت همه رو تغییر میده. صبر ندارم اساری مغزمو کرده ماری معیوب. قدم کپکای قدیمی رو از بدن شاه پاک میکنن که کپکای جدید امکان رشد و نمو پیدا کنن. شاه به کپک اصلی میگه شب برنامه شامو بچین، قبل موت بیام نصیحتتون کنم، بگم چوبی بیاری تکی بشکنید، دسته ای نشکنید که از نفاق بر حذرتون بدارم. اوتو میگه باشه پیرمرد باشه، اف که نمیدونی چه نقشه ای کشیدم برای دم و دستگاه. رعد و برق فضا رو پر میکنه و میریم به یه سکانس زیبا، سکانسی درخور که در نهایت باعث میشه محبوبیت دیمن به بالاترین میزان خودش برسه. آتو نه تنها به جای بزرگان تکیه میزنه، بلکه روش هم میشینه و میگه زین پس حرف حرف منه، چون حرف من حرف شاهه. حالا ما که میدونیم ویمان و شاه از قبل با هم بستن و مجلس علنا سوریه، ویمان میاد حرفای همیشگیشو میزنه که آی من والریانم، خونم والریانیه. رنیرا پر وسط حرفش میگه اینا رو سه قسمت داری میگی، خسته نشدی؟ ویمان دیسو میبره مستقیم سمت رنیرا و حیثیتشو میبره زیر سوال. رنیرا باید قبول کنه که کارش تمومه. اما در همین لحظه شاه وارد میشه. آتو و الیسنت و ویمان وحشت میکنن چون نقشه هاشون در معرض نقشه بر آب شدنه. شاه طرح باباتی تو قهوه تلخه و چون میخواد دولت تعیین کنه نیازی به کمک کسی نداره، فقط چند دقیقه طول میکشه که برسه به تختش. و در همین لحظه دیمیان محبوب دلها میشه، چون شاه در حین بالا رفتن از پله ها دچار تزلزل میشه. دیمیان به کمک برادر پیرش میاد، تاجشو بر میداره، برادرو بر تخت شاهی میشونه و تاجو بر سرش میذاره. خیلی قشنگ بود، چون دیمیان هم این تاج و تختو میخواست، ولی نشون داد که برادر جایی در قلبش داره. خدایی قشنگ بود. اما از این قشنگتر هم میشه، چون شاه میگه این غلط ها چیه؟ زن کلیس هست، حی و حاضر. میگه شوهرش میخواد کی جانشینش بشه. رینیس میاد جلو، یه نگاهی به ویمان میندازه و با خودش میگه دیگی که واسه من نجوشه، میخوام سر سگ توش بجوشه. برای همین لوک رو به عنوان جانشین کلیس معرفی میکنه و پیشنهاد رنیرا رو هم میپذیره و میگه لوک و رینا و جیس و بیلا با هم ازدواج کنن. خون ویمان به جوش میاد، شروع میکنه به لغز خوندن. دیمن تحریکش میکنه، برای همین ویمان تو روی شاه دخترش رو هور و نوه‌هاش رو باستاردو میخونه. شاه شاکی میشه، پا میشه که با خنجر والریانیش زبونش رو از حلقومش بکشه بیرون بذاره کف دستش، که دیمین امتیاز درشت بعدی رو کسب میکنه. دیمین دارک سیستر رو به جون دارک برادر میندازه و این والریان تیره بخت رو از داشتن سر عاجز میکنه. هل یا این سکانس خیلی خفن بود، خیلی. دیمین آن تاپ. یه چند اپیزود ما رو گذاشته و کنارایی میگفتن کتاب به خونه و خودم حسنم سر رفته بود، ولی اپیزود باحال بود. اما بریم سراغ پایان این اپیزود. آتو بساط شامی که شاه میخواست و فراهم کرده، گزمه ها شامو میشونن در رأس مجلس، فضای شام گرم و دلنشینه. شاه انگار میدونه که این شام شام آخرشه، یه نگاه حسرت آلود به خانوادش میندازه و یه لبخند بغض‌آلود بر لبش میاد. شاه بازم مثل همیشه میگه شما یه خانواده اید، انقدر همدیگه رو جر ندید، من دوستتون دارم، به خاطر من بچه های خوبی باشید. بچه هام در کمال تعجب میگن باشه و بچه های خوبی میشن. رنیرا یه توس و
برای الیسنت میره و الیسنت یه دونه برای رنی را و در کمال تعجب بعد 8 اپیزود اختلاف و جدایی با سخنرانی بغضی شاه اتحاد بین الیسنت و رنی را برقرار میشه و همه چی تموم میشه میره پی کارش. زنگ خونه میخوره در باز میشه، دور هم جمع میشیم و ویسکی ها باز میشه. حالا بچه‌ها یکم تو سر و کله هم میزنن، ولی خب بچه‌ن دیگه، باید بچگی کنن. خیر ان شاء الله. اما نه، همونطوری که هممون میدونیم این چیزی جز آرامش قبل طوفان نیست. اما این طوفان چطور شکل میگیره؟ خیلی عجیب. اون سکانس دوقلو رو که گفتم یادتون هست، الیسنت میاد بالا سر شاه. شاه فکر میکنه این ادامه همون سکانسه و این رنی راست. میگه آره، اون پیشبینی اگان اول که پرسیدی درسته، تو کسی هستی که باید اتحادو در کل این سرزمین برقرار کنی، و میمیره. برای همین شر میشه، چون الیسنت فکر میکنه اون اگانی که شاه میگه پسر اسکلشه. ببینید یکم عجیب و ضعیفه که آینده بر اساس کپک زدگی مغز شاه تغییر کنه و رنی را و الیسنت که همین 2 دقیقه پیش داداشی شدن با همین اشتباه فنی شاه و تشابه اسمی اگان ها بیفتن به جون هم. اما این تخت آهنی کسی رو که بر اون تکیه زده به خاطر گناهانش تنبیه میکنه و شاه برای حفظ خانواده و برقراری صلح در کشور مرتکب گناه شد. شاه حقیقت رو کتمان کرد. پس این کپک ها که تنبیه تخت آهنی بودن باعث شدن سرنوشت رنی را. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. این کم تحت تاثیر بازی رسانه‌ای HBO هستم، برای همین استنتاجم شاید خیلی منطقی نباشه، ولی آخه دیمن خیلی باحال. خدایی نگاه کنین. و این ندیمه الیسنت هم آدم این هور و همسر سابق دیمنه، اینو یادم رفت بگم. لریس هم نبود، امیدوارم تو قسمت بعد بیاد که میاد، چون تو تریلر هست. اپیزود 8 اپیزود جالبی بود، به شماره 7 میدم و انتظارم برای تماشای اپیزود بعدی هم 7، چون بالاخره شروع شد. الیسنت به خاطر اشتباه شاه در تمایز وی از رنی را و نقش پررنگ اعتقاد در زندگی شر به پا میکنه. حالا شهر رو میبندن تا رنی را و دوستاشو قلقم کنن. به نظر جالب میاد، حالا باید ببینیم. لطفا سابسکرایب کنید تا بگم تو شکم رنی را اجده هاست. اول به ما اومدن گفتن که 2-3 ساعت فیلم برداری جمع میشه، کاراکتر مریض زود میمیره، ولی خب تا قسمت 7-8 منو کشوندن، واقعا پولم کم دادن. آره دیگه، جالب نبود، خسته میشدم سر صحنه، همش هم خوابم میبرد.